از میان رودان تا فرارودان درود ایرانیان. امروز با صفحه وسط دیگری با شما خواهیم بود در مورد مهمترین موضوعی که در هفته های اخیر در خاورمیانه با اون مواجه بودیم. بامدادان 7 اکتبر روز شنبه، روزی که یهودیان، دست کم یهودیان ارتودکس، در واقع وظیفه دینی خودشون میدونن که حتی از انجام هر کاری اجتناب بکنند، در یک روز تعطیل جهانیان با این خبر بیدار شدند که نیروهای حماس از فنس عبور کردند، از در واقع موانع مرزی بین خاک غزه و اسرائیل عبور کردند و جنگی رو در این سو آغاز کردند. همینطور 7 اکتبر روز آخر تعطیلات موسوم به یوم کیپور بود. به یاد میآوریم که 50 سال پیش هم جنگ یوم کیپور رو داشتیم که در بین اعراب معروف هست به جنگ رمضان 1973. در حالی که در سومین هفته این جنگ به سر میبریم، میخواهیم به این پرسش پاسخ بدیم که این جنگ چه تأثیری بر سرنوشت خاورمیانه و به ویژه کشورمون ایران خواهد داشت. با منشأ امیر در اسرائیل و ملیح محمدی در آلمان، در برلین خواهیم بود. خانم محمدی، از شما شروع میکنم. در روز 7 اکتبر به نظرتون چه اتفاقی افتاد اساساً؟ در واقع روایت و خانش شما از اتفاق 7 اکتبر چه هست؟ خانش من اگر اجازه داشته باشم یه مقدمه یک دقیقه بگم و بعد خدمتتون عرض میکنم. خانش من به عنوان کسی که از دوران کودکی با دو تا فاجعه، چون مادر من عادت داشت آخر شبا که بیکار میشد مجله میخوند، و با دو تا فاجعه زندگی روحی عاطفی من عجین شده بود. یه دفعه خواب دنیای سیاست هم گذاشتن من انگیزه دادن. یکی فاجعه هولوکاست بود که یادمه که مامان من وقتی میخوند گرده میکرد، یعنی رو حتی به من که یه بچه دبستانی هم بودم منتقل میکرد. و خب همیشه این رنج و نفرت و درد بود تا وقتی که بزرگتر شدم. خودم به هر حال سعی کردم ببینم، دیدم بله جنایت بزرگی در یهودیان اسرائیلی بود که در حق کمونیست های و آلمان هم در انجام شده در هولوکاست، فاجعه‌ای که شاید به خاطر سازمان مندیش و نظامش باید قبل از این سابقه نداشته. من نمیدونم خب جنگ های جهانی داریم، اما سازمان مندی این قضیه وحشتناک بود برای من. به هر حال بزرگتر شدم با رنج مردم فلسطین و ذره ذره و نسل به نسل شکنجه خورد شدن و بیرون کردن و تنگ تر کردن حصارهای اونها و تحقیر روزانهشون با خراب کردن خونه هاشون، با مسائلی که دیگه میخوام بگم وقت جنگ وقت اصلی رو نمیخوام بگیرم، با این روبرو شدن. خب این حالا ماجرای هولوکاست خوشبختانه فکر میکنم دیگه در تاریخ تکرار نشه و این جنگ از زمانی که من خودم رو شناختم، این مسئله شخمی که فلسطینی ها میخورن توسط اسرائیلی ها همینطور ادامه داره. اسرائیل هر روز مدعی تر میشه، هر روز بیشتر از جانب آمریکا شارژ میشه. دائما 100 میلیارد در همین یکی دو ساله گرفته. در همین وسط این قیدان میدونیم که به هیچ چیز پایبند نیست و هیچ افقی نیست که نشون بده که این کشور مرزهاش کجاست. این کشوری که در واقع به اندازه دو شهر ایران مساحت داره، با پشتوانه آمریکا چگونه این چنین فلسطینی ها رو هم در دو قسمت اسیر و زندانی کرده؟ سرانجام شما ماجرای غزه رو میتونیم به تاریخش در حرفا مراجعه کنیم. سرانجام بعد از 17 سال که 2 میلیون انسان در 360 کیلومتر جا اسیرن از زمین و دریا و هوا، یک زندان تحقیرآمیز. اونجا فقط گرسنگی نیست، این
تحقیر دائم مردمه که اگر دارویی دوایی هم چیزی غذایی هم بخواد بهشون برسه باید دولت اسرائیل انجام بده. این که انسان با تمام توانمندیاش، با همه صبرش، با همه بیتابیش، همیشه بعد از 17 سال بخواد این قفس رو بشکنه، این دیوار رو از سرزمین خودش عبور بکنه، اونم با چه وضعی، با پاراگلایدر در مورد رژیمی که تا دندان مسلح و سلاح هسته‌ای داره به دنیا هم محل نمیذاره که اصلا کی هستین شما. این بیانیه های سازمان ملل به نظر من یک عملی بود انسان‌هایی که نسل از 17 سال بود در این زندان حقارتبار با اعمال شاق زندانیان، امر عجیب نبود. متشکرم. آقای منشامیر، خانش خانم ملیحه محمدی این است که در بزرگترین زندان سرباز جهان، در محدوده‌ای که عرض اون بین 8 تا 10 کیلومتر و طول اون بین 40 تا 41 کیلومتر در واقع هست، در بزرگترین زندان سرباز جهان زندانیان شوریده اند، عصیان کردند. خانش شما چیست از رخدادهای 7 اکتبر؟ بله، درود می‌فرستم به خانم محمدی، آقای پیمان عارف و همه بینندگان و شنوندگان این برنامه. من تصور میکنم که خانم محمدی جوانتر از آن هستند که بیایند و ریشه های این اختلاف و این جنگ رو که حدود 100 سال و بیشتره ارزیابی بکنن و به برخی از واقعیت ها پی ببرن. مفهوم سخنان آقای خانم محمدی که شنیدیم این است که خوب کردن آمدن وارد اسرائیل شدن، اسرائیل رو غافل گیر کردن، زن حامله رو کشتن، شکمش رو بریدن و جنینش رو در آوردن و جنینش رو کشتن. خوب کردن که یک خانم 84 ساله رو گروگان گرفتن بردن اونجا و آزارش دادن. خوب کردن که یک فستیوال موسیقی بود در یک جنگلی که 1200 دختر و پسر 16 تا 24 ساله در اونجا شرکت داشتن و آمدن اینها رو کشتن. چه فرقی بین این و جنایات نازی ها وجود داره؟ خوب کردن خانم محمدی، میگن خوب کردن. این یکی. دومی که اجازه بدید خانم محمدی یه درس کوچولی از تاریخ خدمتتون بدم و اون این است که در از اواسط قرن 19 هنگامی که امپراتوری ها در حال متلاشی شدن بودند و نهضت های ناسیونالیستی در اروپا رشد کرد، یهودیان اروپایی هم به این فکر افتادن که همه ملت ها وطن خودشون رو میخوان. یهودی ها 2000 سال پیش از وطن خودشون آواره شدن، ما هم و همه نه فقط آواره شدن، تو هر کشوری کشتن، اموالشون رو غارت کردن و بیرونشون کردن از شهرها و اجازه زندگی به اونها ندادن. ما هم قوم یهود برای اینکه این محنت 2000 ساله به پایان برسه باید وطن خودمون رو طلب کنیم و به وطن خودمون برگردیم. از اون موقع اختلاف بین اعراب و یهودیان یا اسرائیلیان آغاز شد. نمیخوام طولانیش بکنم. خانم محمدی، در سال 1947 سازمان ملل متحد یک طرحی رو ارائه کرد و به تصویب رسوند که تقریبا نصف این سرزمین مال اعراب باشه، نه فلسطینی ها، اعراب، چون واژه فلسطینی در سال 1947 در قاموس سیاسی وجود نداشت. نصفش رو اعراب بگیرن، نصفش رو یهودیان بگیرن. یهودی ها پذیرفتند و گفتند ما حاضریم این قطعنامه سازمان ملل رو اجرا بکنیم. کشورهای عرب بودند که گفتند ما این رو پارش میکنیم و به حکومت پوشالی یهودیان حمله میکنیم و اونها رو نابود میکنیم. 600-700 هزار تا یهودی بودن اون موقع، گفتن که کاری نداره ما اینا رو نابود میکنیم. در سال 1948 به اسرائیل که اعلام استقلال کرده بود حمله بردند و خواستن این کشور رو نابود بکنن و در نتیجه همین حمله بود که مسئله آوارگان فلسطینی آغاز شد. رهبران کشورهای عرب به اهالی این منطقه گفتن که خانه های خودتون رو ترک بکنید،
زمینه رو خالی بکنید که ما آسونتر و زودتر یهودی ها رو بکشیم، دو هفته دیگه شما برمیگردید و تمام اموال و سرزمین و یهودیان رو هم تصرف میکنید. این باعث شروع مسئله آوارگان عرب شد. در طول مدت تا جنگ شش روزه 1967 عرب تا سال 1992 کنفرانس مادرید و اسلو، دقیقاً تا اسلو 1992 اینها ترور کردن، آدم کشتن، به خاک اسرائیل تجاوز کردن، وارد یک کودکستان شدن و قتل عام کردن، وارد یک مدرسه اسرائیلی شدن قتل عام کردن و غیره و غیره. اونها بودن که جنایت کردن، اونها بودن که تروریسم کردن. در سال 1992 اسرائیل گفتش که فلسطینی ها، آقای یاسر عرفات، تشریف بیارید با هم صلح بکنیم، مصر با ما صلح کرده، شما هم بیاید با ما صلح بکنید. و مذاکرات اسلو، قرارداد تعهد اسلو امضا شد، جایزه نوبل رو هم بردن، در کاخ سفید هم اون مراسم برگزار شد. آقای یاسر عرفات خیانت کرد به قرارداد اسلو. 6 ماه در آقای منشمی عثمانی، نه بذارید خیانت آقای عرفات رو بگم، خواهش میکنم. آره من خواهش میکنم خیانت آقای عرفات رو بگید. آقای عرفات به صلح اسلو خیانت کرد یا آقای اسحاق رابین؟ الان بهش میرسم. آقای اسحاق رابین نخست وزیر صلح طلب اسرائیل توسط یک شهروند اسرائیلی دست راستی ترور شد در نوامبر 1995. بنابراین خیانت اجازه بدید آقای عارف، به اجازه بدید. یاسر عرفات خیانت کرد. چرا خیانت کرد؟ به خاطر اینکه 6 ماه بعد از امضای قرارداد اسلو، در قرارداد اسلو چی نوشته بود؟ نوشته بود که از این پس اختلافات رو از بر اساس مذاکرات مسالمت‌آمیز حل می‌کنیم. ایشون 6 ماه بعد از امضای این در کیپتان در آفریقای جنوبی در سخنرانی گفت ما الان غزه و شهر اریحا رو در اختیار داریم، به زودی اورشلیم رو هم تصرف خواهیم کرد. این خیانت بود، این خیانت بود که یاسر عرفات به جای اینکه به تعهدات اسلو متعهد باشه و پایبند باشه، آمد و دوباره ترور رو اثر گرفت. و از اون هنگام به بعد آقای امیر در قرارداد صلح اسلو مگر دولت اسرائیل به ریاست نخست وزیر فقید اسرائیل اسحاق رابین نپذیرفت که راه حل دو کشوری و تشکیل دولت فلسطینی به مرکزیت قدس شرقی رو، یا به تعبیر شما اورشلیم شرقی؟ حالا قدس شرقی، اولا ما واژه‌ای به اسم قدس نداریم. هر نامی که شما مایل هستید. اسمش اورشلیمه، اسمش اورشلیم از 3000 سال پیش. قدس نداریم. بسیار خوب. آیا آقای یاسر عرفات اگر خواستار این شده که کشور فلسطین به پایتختی شرق به زعم شما یا به تعبیر شما اورشلیم شکل بگیره، این چگونه خیانت به صلح اسلو محسوب میشه؟ به خاطر اینکه اجازه بدید من حرفم تمام بشه. بله. ایشون این حرف رو زد، از اون به بعد تو اتوبوس های اسرائیلی بمب گذاشتن، شهروندان رو کشتن، عملیات تروریستی رو ادامه دادن و راستگرایان در اسرائیل دیدن که قرارداد اسلو نه فقط صلح برای ما نیاورده، بلکه جنایت فلسطینی، ترور فلسطینی رو بیش و بیشتر کرده. همین امر باعث شد که یک تندرو اسرائیلی بیاید و نخست وزیری رو که عامل امضای اسلو بود ترور بکنه. این یکی. یک نکته دیگر خانم محمدی، راستگرایان اسرائیل حق داشتن، به گمان شما حق داشتن که آقای اسحاق رابین رو ترور بکنن در نوامبر 1992؟ مسلماً آقای عارف بسیار اون فرد جنایت کرد. اون جنایت ولی شکی نیست، ولی من میخوام که صحبت های آقای اگر خانم محمدی لطف کنید 2 دقیقه دیگه به من وقت بدید که در مورد غزه و در مورد آمریکا. من به همون اندازه باید به خانم محمدی هم وقت بدم. بفرمایید. خواهش میکنم. شما اداره کننده تصمیم بگیرید. ببینید
16 سال پیش اسرائیل نوار غزه رو به کلی تخلیه کرد، گفت مال خودتون، برین اینجا رو بهشت بکنیم، ما هم بهتون کمک میکنیم. نتیجه چی شد؟ که اونها غزه رو به انبار اسلحه و موشک حکومت اسلامی ایران مبدل کردن، از طریق دریا اسلحه وارد کردن از لبنان، از طریق تونل‌های زیرزمینی اسلحه و موشک وارد کردن، به جنایت به اسرائیلی‌ها ادامه دادن. بنابراین اسرائیل برای تامین امنیت خودش مجبور شد که محاصره دریایی بکنه، محاصره زمینی بکنه، محاصره هوایی بکنه. اسرائیل آمد بهشون بندر داد، از بندر اینها اسلحه آوردن، فرودگاه بهشون داد، گفتن نه ما نظارت شما رو نمیخوای، اگه میخوای نظارت کنی برین گور پدرتون فرودگاهتون رو ببرید. گذرگاه عرفه رو یک هیئت بین المللی اداره میکرد که تروریست وارد نشه، اونها رو بیرون کردن. یعنی غزه به مرکز ترور علیه اسرائیل و مردم اسرائیل مبدل شد. چگونه انتظار دارید که اسرائیل از خودش دفاع نکنه؟ بفرمید. اسرائیل الان مشغوله. پس نتیجه‌ای که میگیریم، شما یه چند تا چیز غلط از حرف من گرفتین که کشتار خوبه، این خوبه، اون خوبه، اون نیست. من گفتم اتفاقی که 7 اکتبر افتاد برای هر انسانی، شما باشید، من باشم، در شرایط اونا 17 سال در یک زندان هر روز تنگتر و تنگتر نیست. این زندان رو خودشون به وجود آوردن. آقای امین چی گفتین؟ اولا که سن من زیاد کم نیست، کم تر فکر نمی‌کنم کم تر باشه. در ثانی شما میتونید دوران مادها رو تفسیر کنید، این که نشد صحبت. در طی 2000 سال فلسطینی ها، قوم یهود با این مسئله روبرو بودن. اولا که از نظر یک انسان قرن 21، یک شهروند متجددی مثل شما، چقدر اصلا این سیاسی پذیرفته شده است که یک کتاب های دینی 3000-4000 سال پیش برداری بری برای خودت وطن درست کنی؟ اگه اینجور باشه که تمام این خاورمیانه، امپراتوری ایران به اضافه اسرائیل، همه اونها، شما میدونین که در اثر این فشارهایی که به قوم یهود واقعا هم به ناحق توسط مسیحیان همه جای دنیا می اومد، و حتی در اسپانیا شما بعد از اینکه به مسلمان‌ها و یهودی‌ها با هم همه راهی سرزمین‌های اسلامی شدن، دولت عثمانی خودتون میدونید که یهودی‌ها اونجا خیلی راحت زندگی می‌کردن، و میدونید که بعد از پایان جریان عثمانی تاریخ چگونه، یعنی میدونید که این رهبران چگونه خطکش گذاشتن، به کشور درست کردن، اینا رو بهتر از من میدونید. شما اینها رو نمیگید، بیاین همون پروپاگاندایی رو که داره، من از پروپاگاندای حماس حرف نمیزنم، من اون اتفاقی که افتاده میگم. شما به جای تحلیل خودتون از اینکه میاین این همین تبلیغاتی رو که شما میدونید کشوری هستید که با نهایت پشتیبانی از قدرت، بزرگترین قدرت اتمی دنیا دارید، نهایت خودتونم ذره‌خانه اتمی دارید، شما چنین کشوری اومدین به جون یک 700 هزار نفر بودیم، اومدین میون 2 میلیون عرب، گفتین اینجا وطن ماست. اصلا این عرب ها اصلا هیچی از تاریخ نمیدونستن، شما هم جز کتاب مذهبیتون هیچ سندی ندارین، اومدید اینجا. خیلی خوب، سال 47 هم نگفتن نصف شما نصف. ازتون معذرت میخوام، هر جمله‌ای که شما میگید جواب داره. من حتما وقت پاسخ شما میگم. اسم کردم. بعد از اون چه کردید؟ وقتی که اومدید پیمان با کمپ دیوید، که چه مسخره‌ای بود، کاری ندارم، همون عرفاتی که کمپ دیوید رو امضا کرده بود، چه جوری کشتینش؟ آخر سر اومد محصورش، ما کشتیمش. نه درست نیست، رژیمی که به هر حال شما ازش حمایت میکنید، رژیم اسرائیل کشتش، رژیم اسرائیل. گفته میشه که آقای عرفات با مسیحیت در مورد این گفته میشه که بیماری ایدز داشت و هم جنس گرا بود. شما بعد از اینکه منم حرفمو بزنم، این اسلو که در اون صاف اومد، یعنی سازمان آزادی بخش اومد اسرائیل رو به رسمیت شناخت برای این، و اسرائیل فقط صاف رو، سازمان آزادی بخش فلسطین رو به رسمیت شناخت، و قرار بود که این پیمان 5 ساله باشه و دولت اسرائیل، دولت خود گردان رو، دولت فلسطین رو بشناسه.
در همین فاصله شما میدونی که ارد مناطقی از اردن، از لبنان، از سوریه را هم اسرائیل اضافه کرد. همه اینا رو نکرد آقای امیر. ببخشید دوباره بگین مناطقی از؟ بله مرادشون این است که مناطقی از در سال 67 مثل جولان اشغال کرده بود رو در اشغال خودش نگه داشت. ولی ایشون لبنان رو ذکر کردن. مزارع شبعای لبنان هم تحت اشغال مزارع شبعای لبنان متعلق به سوریه است و اگر حزب الله اون رو طلب میکنه میخواد بهانه داشته باشه که اسرائیل هیچ زمینی رو از لبنان تصرف نکنه. بفرمایید. پس به گفته شما مناطقی از سوریه تحت از اردن، اما اگه بخوایم ما اینجوری بحث بکنیم از اردن هم هیچ زمینی رو اسرائیل تصرف نکرده. هیچ زمینی رو از اردن اسرائیل تصرف نکرده، فقط ارتفاعات گلان رو که ارزش سوگردشی فوق‌العاده داره و سوریه میخواد اسرائیل رو نابود بکنه در تحت تسلط خودش نابود بکنه. چی اسرائیلی که تا دندان هر روز مسلح‌تر میشه کی میخواد نابودش کنه؟ من خانم محمدی اسرائیلی که تا دندان روز شنبه هفته اکتبر غافلگیر شد. چرا این حرف رو میزنید؟ آقای منشایی من خواهش میکنم خانم محمدی کاملا تا شما بیاناتتون رو بفهمید. اجازه بدید خانم محمدی کشور رو به رسمیت شناخ، پس از اون شهرک سازی های شما در درون مناطق فلسطینی نشین پیش رفت یا نه؟ من نمیگم اسرائیل دولت جعلی و این حرفا رو نمیذارم. من میگم این حرف اصلا مزخرفه که دین باید کشور داشته باشه و اون جنایاتی هم که شده در حق قوم یهود همیشه محکومه، قبل از هولوکاست محکومه، اما الان که شما هستین اون جنایت ها پایان گرفته ولی فشار و ستم بر مردم فلسطین هر روز بیشتر میشه. مگه دختر آمریکایی راشل کوری رو که فقط دستاشو باز کرده بود که این خونه فلسطینی رو خراب نکنید با بولدزر از روش رد نشدن اسرائیلیا؟ شما از جنایت نگید، از کشتن کودکان نگید. کلیپی رو که من دیدم که تو دهن بچه فلسطینی مال 2 سال پیشه بنزین ریختن و آتیشش زدن، اینا رو تعریف کردن. دروغ میگید خانم محمدی، دروغ میگید، دروغ میگید خانم محمدی. اگه اجازه بکشید برید دهنتون رو بشورید. اگر اجازه بدید الان چرا دروغ میگید؟ من خواهش میکنم تبلیغات فاشیستی میکنید. اینو پس میگیرم، فیلمشو میفرستم برای خود شما، پس میگیرم. ولی میخوام وقتی شما آقای من خواهش میکنم. وقتی که شما 2 میلیون نفر رو ببین، در ایران به ازای هر کیلومتر حدود 40 نفر زندگی میکنن، در اون منطقه 2 میلیونی به ازای هر کیلومتر 4500 نفر، یعنی در خود اینجا جا نمیشن، شما میگین ترک کنید برید به جنوب، من میخوام خونه هاتون رو خراب کنیم. خب اون بیمارستان رو، درمانگاه ها رو با مریض، با زخمی، با پناهنده چه کارش کنم؟ شما از انسانیت میگین، من انسان نیستم. شما که هستید، شما وقتی این اختیاری رو میدین به این 2 میلیونی که همون جا هم جا نمیشن، میگید برید جنوب، رفح رو هم که کلی بمباران کردید، میرید برید جنوب، دارید چی میگید؟ کجا ببرن مریضاشونو؟ خونه های فلسطینی ها که میخوای خراب کنید در غزه با اون اوضاع اقتصادی، شما میدونید ساختن یه خونه چقدر کار داره آقای امیر؟ کی تموم میشه این بمباران روی سر مردم غزه؟ چند تا درمونگاه ها الان میبینید که همون روز اول که اخطار شد این بیمارستان ایساویا رئیسش صحبت کرد، گفت ما نمیتونیم مریضامون رو بذاریم بریم یا مریضامون رو با خودم ببریم، ولی فرقی نکرد. اون اتفاقی که بیشتر از اون ممکن نبود افتاد. الان چه کار میخواید بکنید شما آقای منشامیر؟ اسرائیل الان چه کار میخواد؟ اجازه بدید آقای عارف، اجازه بدید من به برخی از سخنان ایشون پاسخ بدم. پاسخ نمیدم، توضیح هر چه کوتاه‌تر من سعی میکنم. ببینید خانم محمدی، یهودیت فقط دین نیست و تورات فقط یک کتاب مقدس نیست، یهودیت ملیت هم هست، ناسیونالیزمه. این سرزمین رو یهودی ها برپا کردن. میگید که جز تورات هیچی توش نیست، اشتباه میکنید.
حضرت داوود این اورشلیم رو برپا کرد. شما هر متر مربع اورشلیم رو خاکش رو حفر بکنید، آثار تمدن داوود رو در اون می‌بینید. چطور میگه که فقط به یک کتاب کهنه مذهبی استناد کردن؟ بفرمایید. آقای منشان، یک روزگاری مصر هم تحت کنترل ایران بوده، دولت ایران تا مصر تا صحرای لیبی ادامه داشته. الان ایران به نظرتون میتونه روی مصر ادعا بکنه؟ نکته اول. نکته دوم، در طول تاریخ غیر از سلیمان آقای عارف، داوود نبی و سلیمان، آخه این چه از من از شما توقع دیگری دارم، غیر از سلیمان نبی و داوود نبی، دولت یهود، اون چیزی که تحت عنوان یهودیه میشناسیم، دولت یهود در یهودیه کجا استقلال داشته؟ یا تحت تسلط بابلی ها بوده، یا تحت تسلط ایرانی ها بوده، رومی ها بسیار بوده. خب برید کتاب تاریخ رو، آقای عارف عزیز، برید کتاب تاریخ رو بخونید. کدوم کتاب؟ برید کتاب تاریخ رو بخونید. کدوم کتاب؟ کدوم کتاب؟ یعنی شما میگید که اسرائیل باید نابود بشه؟ اسرائیل زندگی نداره. کشور باید وجود داشته باشه با حقوق برابر، با امنیت برابر، با اینها. کاملا من دست شما رو میبوسم خانم محمدی، دست شما رو میبوسم که این جمله رو میگید، ولی این رو برید به اعراب بگید. حماس میگوید که این سرزمین وقف اسلامی یهودی ها رو باید بیرون کرد از این سرزمین و سراسرش سرزمین فلسطینی دینی اسلامی باشه. اونها میگن حماسه که میخواد اسرائیل رو نابود بکنه. ما الان با کدوم کشور عربی، نه کشورها، کشورهای عربی اکثرا با اسرائیل صلح کردن، با کدوم گروه عربی فلسطینی میتونیم صلح بکنیم؟ من بگم با... بفرمایید. ببینید، اولا که طی زمان همه چی تغییر میکنه، تعدیل میشن مسائل، سرسختی ها، اینها تعدیل میشن. حق از کاملا قبول دارم، کاملا قبول دارم. امیدمون هم اینه که بیشتر بشه. ببینید، وقتی که غزه در حماس تشکیل شد، شیخ یاسین که رهبرش بود، که دولت اسرائیل وقتی از مسجد میومد با موشک روی ویلچر با 10 نفر دیگه کشش، میگفت نه، انتخابات نه، نباید باشه و ما میخوایم که این سرزمین مال ماست. خب تا چند سال بعدش هم همین طور بود و غرب هم همش میگفت حماس اگه میخواد رسمیت داشته باشه یا تو انتخابات شرکت کنه. سال 2006 این اتفاق، راضی کردن این جمع حماس و اینها رو که گروه به اصطلاح رادیکال فلسطینی بودن، راضیشون کردن که در انتخابات شرکت کنن. این انتخابات در حضور ناظران بین المللی انجام شد. و یعنی شما ایمان دارید که این انتخابات آزاد بود؟ خلاف تصور بعد با پذیرش سازمان ملل این با حضور ناظران در ناظران اونا رو بر اینا تو براتون میفرستم، چاره‌ای نیست. نه قبول دارم، اوکی، این اتفاق بحثی ندارم با شما. اما وقتی که انتخابات رو کاملا برد اونجا، نتیجهش چی شد؟ نتیجهش تمام فشارهایی بود که به فتح، که همیشه آماده سازش بودن اونا و خیلی مدارا کردن که نمیدونم نتیجه هم نگرفتن، فشار وارد کردن که نمیتونه اسماعیل هنیه رو گرفت برای نخست وزیری، برای اینکه انتخابات رو کامل اونا برده بودن. شما خانم محمدی میدونید و اطلاع دارید که حماس کودتای نظامی کرد به پای ساق پای 220 تا از زمین، هوا، دریا، خشکی، قحطی رو برای اینکه طبق دستور مکرر قرب که آقا اگه شما راست میگی میخواییم بیان انتخاب، اومدم تو انتخاب شرکت کردم، خب مردم غزه اومدن رای دادن به اون، حالا چون که مردم غزه دادن باید گرسنگی بکشن. آقای عرف، خانم محمدی، براتون توضیح دادم، گفتم که نوار غزه رو 16 سال پیش اسرائیل به طور کامل در اختیارشون گذاشت، اونجا رو به انبار اسلحه، به انبار موشک. بریم تاریخ تحقیق. در سال 2011 کشتی مرمره آبی یا ماوی مرمره ترکیه هم آیا حامل سلاح بود که کماندوهای اسرائیلی میخواستن محاصره دریایی اسرائیل رو بشکنن؟ اسرائیل اجازه نخواهد داد. پیش از اون یک کشتی حامل اسلحه کرد، حکومت ایران آمده بود، اسرائیل توقیف کرد.
می‌خواستن قضا ببرن. بندر حاضر بودن بهشون بدن. فرودگاه حاضر بودن. اینا شما میگید 180 میلیون دلار اینها از قطر پول گرفتن، همشو صرف اسلحه کردن، نه آب درست کردن، نه برق درست کردن، نه صنعت درست کردن، همش اسلحه، همش برای نابودی اسرائیل. همه پیش شماست، اونا که با پاراگلایدر اومدن، یعنی جونشو برداشته از آسمون اومده زمین. کدوم اصل اون 50,000 موشکی که به خاک اسرائیل در ظرف 18 سال اخیر پرتاب شده رو شما نادیده میگیرید؟ موشکایی که به سوی شهرهای اسرائیل چیز شده بود. درست اسرائیل گنبد آهنین داره، ولی زندگی مردم اسرائیل رو مختل کردن. شما توقع دارید که اگه اونها موشک میفرستن اسرائیل نقل و نبات براشون بفرسته؟ با حقارت روی زمین اشغالی داره به دنیا میاد. کدام زمین اشغالی؟ نوار غزه دست خودشونه. کدام زمین اشغالیشونه؟ نوار غزه زندانشونه. شما حتی نمیذارید زندانه به خاطر اینکه به انبار اسلحه مبدلش کردن که اسرائیلی ها رو بکشن، اسرائیل رو نابود بکنن و سرزمین اسرائیل رو تسلط بکنن. چه توقعی دارید اسرائیل سرشو بذاره بگه بسیار بیاید بزنید قطع کنید؟ آقای امیر رو ممنوع کنید. اون دختر آمریکایی که مرد هیچی. حتی پارسال آمریکا برای اولین بار در مقابل این قضیه نایستاد که شهرکسازی رو متوقف کنید. ما که فیلم ها رو میبینیم، میرن یار از خونه بیرون میکشن یه سری باریش و اینا. نه اینم دروغ میگید خانم محمدی، دروغ میگید. به خاطر اینکه شهرک هایی که ساختن، منم باش مخالفم، روی زمین های دولتی بوده. حتی اجازه بدید، نه اجازه بدید، اجازه بدید، شما حقایق رو تحریف میکنید. یک متر زمینی که متعلق به کسی باشه یا خانه باشه مال فلسطینی ها، دیوان عالی اسرائیل گفتش که 3 ساختمان اسرائیلی رو ویران بکنید چون روی زمین متعلق به مالکین عرب ساخته شده. بنابراین دروغ میگید اگر میگویید که اسرائیل مردم فلسطین رو بیرون کرد که خودش آبادی سازی بکنه. دروغ میگید. این رو مسئله شهرک ها رو کنار بذارید. وقتی که صلح بشه، من ایمان دارم شما ایمان دارید به توافق برسید، این مسئله شهرک ها هم میشه، ولی مسئله در این است که اینها میگید با گلایدر، نه فقط با گلایدر، با 5,000 موشک و با RPG و با ضد تانک و با چاقو آمدن اسرائیلی ها رو قتل عام کردن. سنگ انتفاضه اول که فقط سنگ بود. از آقای منشامیر این سوال رو بپرسن. پس شما موافق هستید با این گزاره که اسرائیل یک زندان با 2 میلیون زندانی ساخته؟ اشتباه کردید. این زندان رو خودشون به وجود آوردن. اگر مصاحبت خودشون رو زندانی اگر از مبارزه مسلحانه دست برمی داشتن، اگر اسرائیلی نمی کشتن، اسرائیل آمد گفتش که ما حاضریم به شما کمک بکنیم که صنایع درست کنید. آمدن در خط مرزی اسرائیل با غزه یک مجتمع صنعتی برپا کردن که کارگران فلسطینی می اومدن اونجا کار میکردن، شب برمیگشتن خونه شون. اسرائیل 70,000 کارگر به عنوان نیروی کار ارزان. اجازه بدید حرفمو تمام بکنم. بفرمایید. اونها چه کار کردن؟ آمدن انقدر ترور کردن و به آتش کشیدن این مجتمع رو که این نابود بشه، که کارگران غزه بیکار بشن، که آسان‌تر بشه اونها رو بسیج کرد برای عملیات تروریستی. بفرمید. ولی چیزی که ما میدونیم این است که تا خود روز 7 اکتبر هم کلی کارگر فلسطینی ارزان و گران نداره. نه اشتباه میکنید آقای عارف. در اسرائیل قوانین کارگری نیازی به حداقل دستمزد هست. اجازه بدید. حداقل دستمزد هست، حق بازنشستگی هست، حق اخراج هست، حق بیمه بهداشتی هست. دروغ میگید یا آگاهی ندارید شما؟ نمیدونید. به شرطی که کارفرما قرارداد رسمی امضا بکنه. قراردادها رسمیه،
کارگر عرب و کارگر فلسطینی و و فیلیپینی و کارگر تایلندی که وارد اسرائیل میشن از تمام حقوق آقای امین آمارها این رو نمیگه، اخبار متعددی این رو نمیده. من بیشتر از شما اجازه بدید من نظر خانم محمدی رو هم بپرسم. خانم گفتن هر کدوم یه چیزایی میگیم دیگه از دانسته هامون. من میخوام به خاطر اینکه شما در اسرائیل زندگی نمیکنید، به خاطر اینکه منبع اطلاعات شما گزارش های مغرضانه غیر واقعی هستش. من مدیای دنیا مال شماست، تمام مدیای دنیا مال شماست. آقای مردم غلط اشتباه میکنید بابا، تو آلمان اجازه ندید خانم محمدی این یک حرف یهود ستیزیه که شما میگید مطبوعات دنیا در اختیار اسرائیل، خجالت بکشید. شما مطبوعاتی هستید، یهود ستیزیه که شما این حرف رو میزنید، شما مطبوعاتی هستید، این حرف رو نزنید. ببینید ما تلویزیون الجزیره و بسیاری از روزنامه‌ها تلویزیون الجزیره رو ندارم. نگاه کنید من تو برلین زندگی میکنم دیگه، صد بار اینا میرن که اجازه بگیرن تظاهرات کنن به نفع فلسطینی‌ها، پلیس میاد به هم میزنه. ولی ببینید به خاطر اینکه برای فلسطینی‌ها نیست، در حمایت از ترور فلسطینی که دولت آلمان اون رو مکروه دونسته. الان که بچه‌ها دارن تو بمباران میشن تو غزه، من میخوام بگم تا کی میخوایم اجازه بدید خانم محمدی آقای عارف دو دقیقه من درباره بمباران تقریبا تمام برنامه در اختیار شما بوده آقای امیر، بفرمایید دو دقیقه توضیح اجازه بدید خانم محمدی. میگن بچه‌ها بمباران میشن، ببینید جنایت بزرگ حماس این است که آمده پایگاه‌های تروریستی، انبارهای موشکی، انبارهای بنزین، سداد فرماندهی، محل پرتاب موشک رو در داخل جمعیت شهر غزه. دروغ ببخشید شما نمیگید، ولی رژیم اسرائیل همیشه این دروغو میگه. خب برای اینکه اونا میخوان بچهای خودشونو بکشن. باش. یعنی شما قبول ندارید که در خونه های اجازه بدید. ببینید شما حرفای بی اساسی میزنید که از روی بی اطلاعی هست. یعنی شما تکذیب میکنید، تکذیب میکنید اون تونل های زیرزمینی که در زیر خانه های آقای منشنی در یک باریکه 360 کیلومتر مربعی 41 کیلومتر در 8 کیلومتر مربعی یک نیرویی که خودش رو نیروی نظامی مقاومت گرا میدونه کجا میتواند برود که در بین 2 میلیون غیر نظامی حضور نداشته باشه؟ شما به من بگید. ببینید بنابراین اسرائیل شما خودتون پذیرفتید که اسرائیل ببینید آقای نفر رو زندانی کرد، میگویند که 500 کیلومتر اینها تونل حفر کردن. من این عدد باور نمیکنم. اگر آمدن و افراد غیر نظامی رو اون کودکان خردسال اون مادران حامل رو سپر بلای خودشون قرار میدن، اسرائیل چگونه میتونه از جان مردم خودش دفاع بکنه؟ چگونه میتونه جلوی این حملات رو بگیره؟ شما به عنوان فرمانده کل بزرگترین ارتش دنیا یک نسخه بپوشین که اسرائیل چطوری میتونه از موجودیت خودش دفاع بکنه؟ یه نسخه بپوشین همون گونه ای که نیروی نظامی اسرائیلی در بین شهروندانش حضور داره، در اشکلون حضور داره، در ایلات. نه اشتباه میکنید، دروغ میگید آقای عارف. پناهگاه‌های نظامی اسرائیل در خارج از شهر است و اگر نظامی در داخل شهر وجود داره برای حفظ امنیت برای اینکه در اسرائیل چیزی به نام شهر و غیر شهر دارید در یک باریکه 40 بنابراین شما تأیید میکنید که ستاد فرماندهی و تمام تشکیلات تروریستی و موشک اندازی در زیر ساختمان های شما به تعبیر خودتون یک زندانی اونجا هست. اوکی. شما میگید زندانیان خودتون زندان رو از کردم خودشون به وجود در این زندان اگر نظامی و غیر نظامی اگر آقای امیر یه لحظه تجربه این منطقه رو میشد بهشتش کرد گفتن میخوان اسرائیل رو نابود بکنن، گفتن این سرزمین مال اسلامیه. من واقعا اعتراض دارم، ما همه با هم حرف میزنیم. آقای امیر گاردین یا رویترز نمیدونم
یا آماری منتشر کردی میتونی مراجعه کنی، میتونم بفرستم. از سال 2008 تا الان فقط 33,000 بچه فلسطینی کشته شده، بالای 100,000 فلسطینی کشته شده. نشون میده که فلسطینی‌ها دارن جنایت میکنن یا اسرائیلی‌ها. اما اوکی من بهتون جواب میدم. در ظرف این مدتی که گفتید 54,000 موشک به سوی خاک اسرائیل شلیک شده. فلسطینی‌ها زنان و کودکان و غیر نظامیان رو سپر برای خودشون قرار میدن. بچه فلسطینی رو به مساف سرباز اسرائیلی میفرستن که کشته بشه، مظلوم نمایی بکنن. آقای منشانی چند اسرائیلی کشته رو به سوی خودشون میاد رو ساختمونا. فیلم ها رو داریم میبینیم، بمبای شما وقتی میفته بمب اسرائیلی. خانم محمدی بمب خونه بمب اسرائیلی قبل از این که شلیک بکنن هشدار میدن 15 دقیقه قبلش اهالی خارج بشن. چه میشه کرد؟ چه میشه کرد وقتی که انبار اسلحه‌اش رو توی یک خانه شخصی میذارن؟ چطوری میشه جان مردم رو شما تمنا میکنم آقای منشامی شما به این سوال من لطفاً پاسخ بدید. این هشدار رو که دولت اسرائیل، ارتش اسرائیل به بیمارستان‌ها هشدار میده تخلیه کن وگرنه بمبارانت خواهد. یک دقیقه به من وقت بدید به این پرسش شما پاسخ میدم. و اون این است که بسیاری از سران حماس و گروه‌های تروریستی در سردابه‌های بیمارستان‌ها سنگر می‌گرفتند و بسیاری از تروریست ها می رفتند پناهنده می شدند به بیمارستان و بنابراین اسرائیل نمی تونست عملیات انجام بده. بنابراین بهشون وقت داد که بیماران رو به یک جای دیگری به جنوب منتقل کنند. اسرائیل در حال کرد که آب و بیماری که در آی‌سی‌یو هست رو به کجا منتقل کنند؟ که به اندازه یکی از شهرهای فکر کنم به اندازه کرج ما باشه. کجا می بردن؟ خانم محمدی جنوب. حالا خانم محمدی، آقای عارف، شما بزرگترین ستاد فرماندهی دنیا بگید که اسرائیل چطوری میتونه امنیت مردم خودش رو در برابر ترور حماس که میگوید اسرائیل نابود بشه و حکومت اسلامی ایران که میگوید اسرائیل باید نابود بشه اجازه بدید. و پول از خانم محمدی این سوال رو بپرسم. خانم محمدی، اسرائیل چگونه میتواند که ضامن امنیت شهروندان خودش باشه و در امنیت زندگی بکنه؟ یک وضعیت من آقای عارف از من پرسیدن آقای عارف این سوال رو من اینطوری مطرح میکنم که اسرائیل چگونه میتواند امنیت شهروندان خودش رو در برابر ترور فلسطینی تامین بکنه؟ بفرمایید. خب آقای منشامی، به نظر من خیلی راحته. اسرائیل بیش از 200 بیانیه قطعنامه سازمان ملل نادیده گرفته، بیاد بگه من قطعنامه ها رو قبول دارم. من قطعنامه 240 به خاطر اینکه در سال 1947 آقای منشامی شما اصلا پاسخ سوال پرسیدید، اجازه بدید سوالتون رو بدم. در حرف فقط بگه من پذیرفتم دو کشور فلسطینی و اسرائیل با حقوق برابر در کنار هم زندگی کنن. من دست شما رو میبوسم خانم محمدی، دستتون رو میبوسم. ولی سوال دارم ازتون، با کی اسرائیل سوال بکنه؟ با حماس، با جهاد اسلامی، با ترور فلسطینی در جنین و جاهای دیگه؟ با کی میشه اسرائیل صلح بکنه؟ با اونایی که آمدن شکم مادری رو پاره کردن و جنینش رو کشتن؟ با کی؟ شما بگید که بشه اعتماد کرد. این رو هم عذرخواهی میکنم قبل از اینکه شما میزنید، این شکم دریدنی هم که شما از اول برنامه دو سه بار بهش اشاره کردید، من مستندی تا اکنون ندیدم در موردش. به خاطر اینکه نمیخواید ببینید آقای عزیز، 1000 تا خبرنگار خارجی رو آوردن مثل همون 40 تا نوزادی که سر بریدن. یعنی شما انکار میکنید جنایت، انکار میکنید من قطعا انکار میکنم که 40 نوزاد سر بریدن انجام داد. من قطعا انکار میکنم که 40 نوزاد سر بریده شدن آقای بدرشان. شاخص سر بریدن رو نمیدونم و نگفتم.
ولی این که شکم مادری رو بریدن و چنینش رو کشتن، این دو ساعت افکار عمومی جهان بازی داده شده. یعنی شما میگید که خبری که منشأش ارتش اسرائیل بود، با خبری که منشأش ارتش اسرائیل بود بازی داده شدن افکار عمومی جهان. یعنی هیچ جنایتی حماس در اسرائیل نکرد؟ هم جنایت کرده به همون اندازه و بدتر از اون اسرائیل کرده. حقوق فلسطینی‌ها رو، حقوق فلسطینی‌ها که ساز، یعنی جنایات اسرائیل بیشتر از حماس بوده؟ نه اصلا صد بر... آقای عارف میگه نه 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 فقط بچه بودن اصلا زیاد. آقای عارف میگه، آقای عارف میگه من با بعدم خانم با اعتماد به نفس عرض میکنم جنایت اسرائیل عامه. پیمان جان شما نمیذارید من یه دست خانم محمد اجازه بدین ایشون بگم. چندین برابر پرشدت‌تر و غیر قابل گذشت‌تر و خشونت‌آمیزتر از جنایتی که حماس کرده، و البته حماس جنایت کرده. اسرائیل اما یک تفاوت با حماس داره. اسرائیل دولته، حرف من قطعه. یعنی میگید اسرائیل آقای دولته، که جنایاتی که اسرائیل علیه فلسطینی ها مرتکب شده، اسرائیل به مسابقه دولت باید رفتار بکنه. ترجمه فرمایید، دولت بودن اقتضاعاتی داره. باشه. شما نمیتونید بگید من دولتم ولی مثل سازمان هایی که قبل از 1948 سازمان های شبه نظامی یهودی که در پیش از 1948 شکل گرفتن کماکان رفتار بکنید. آقای ببینید، با این حرفاتون اگر اسرائیل به عنوان دولت باید امنیت مردم خودش رو حفظ بکنه، در برابر اجازه بدین در برابر تعرض حماس و گروه های تروریستی باید از جان مردم خودش دفاع بکنه. شما میفرمایید که چون در غزه تمرکز زیاد هست، بنابراین حماس چاره‌ای نداره جز اینکه در بین جمعیت خودش رو پنهان بکنه. یعنی جمعیت کشته میشه. چرا جمعیت کشته میشه؟ به خاطر اینکه حماس میخواهد اسرائیلی ها رو بکشه. و شما میگویید این رو ثبت بکنید که میگویید جنایاتی که اسرائیل مرتکب شده علیه تروریست ها بیشتر از جنایت تروریست ها یاسین تا به امروز جنایت های یاسین میخواد اسرائیلیان رو بکشه. یاسین میگفتش که تمام اسرائیلی ها رو متاسف نمیشنم شما. من در مورد شیخ احمد یاسین یک دوتا نیست. خانم محمدی، اسرائیل چگونه میتونه امنیت شهروندانش رو حفظ کنه؟ اصلا من گفتم و اصلا توجه نکردیم بهش. من دارم میگم اگر اسرائیل قطعنامه های سازمان ملل رو که میدونه اونجا قدرت داره، همه چی داره، کشوریه که لابی محکم داره، قطعنامه های سازمان ملل رو به پذیره، چه اتفاقی میفته؟ شما میگین حماس قبول نمیکنه؟ خانم محمدی اجازه بدید، اجازه بدید یک دفعه. شما این گفتین قبلا حماس قبول نمیکنه، جهاد قبول نمیکنه. این حماس یه روزی انتخابات رو هم قبول نداشت، چون میده ترچی صاف میده هیچی نمیشه، اومد خودش انتخابات کرد، بعد از انتخابات تحریم شد. حالا اگر اسرائیل همچین اعلامی بکنه که من قطعنامه های سازمان ملل رو فقط قبول دارم، شما مردم فلسطین خودش تو هر کسی رو که بخواد ترور کنه کنار میذارم، مطمئن باشید مردم از جون خود. اجازه بدید یک خب پس بگذارید من یک سوال از آقای امیر بپرسم. نه اجازه بدید آقای عارف، من خواهش میکنم بحث رو در جهت خودش ایشون نکته بسیار مهمی رو مطرح کردن. من سوالم از شما این است. نه نه اجازه بدید من به سوالتون جواب نمیدم. خانم محمدی یک موضوع بسیار مهم و حیاتی رو بیان کردن، اجازه بدید که من توضیح بدم. کوتاه لطفا. ببینید جنگ شش روزه بر اسرائیل تحمیل شد. آقای بن‌گوریون گفتش که ما حاضریم تمام زمین‌هایی رو که تصرف کردیم به اعراب پس بدیم، به شرط اینکه با ما صلح بکنن و اسرائیل رو به رسمیت بشناسن. چی شد نتیجه این پیشنهاد آقای بن‌گوریون که گفت همه رو بهتون پس میدیم؟ شش ماه بعد از جنگ. سوال من متوجه، ببین آقای امیر، سوال من متوجه امروزه. شما از 67 که میگین 67 حماسی وجود نداشت؟ بعد به وجود اومد. 67 رهبران عرب جور دیگری فکر میکردن. اوکی. ها مردم زمان رو به ما باید بیم الان. اوکی. الان بریم. همین مورد خانم محمدی. دولان میشد اسرائیل واضح نشد پس. قطعنامه های ملل رو چرا؟ دست شما رو میبوسم. ببینید من هم مثل شما
عقیده دارم که فلسطینی انسان، اسرائیلی انسان، حقوق مساوی دارن. نه اسرائیلی ها میتونن فلسطینی ها رو بکشن، نه فلسطینی ها میتونن اسرائیل رو بکشن. ما محکومیم و مجبوریم که در کنار هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. این رو شما هم قبول دارید، درسته؟ قبول داریم. عرفات هم با پای وطن میخواییم حتی اگه پشتی قاتل باشه. ولی عرفات قاتل بود، جنایتکار بود، دروغگو بود و اینجا رو گرفت به جایی که به طرف صلح روی بیاره، ترور رو با شدت بیشتری اثر گرفت. ولی خانم محمدی، من با شناختی که خانم محمدی، یه لحظه، من 63 ساله در اسرائیل زندگی میکنم، با مردم این کشور و اعراب این کشور دوستی دارم، زبانشون رو میفهمم، با هم برادریم، با هم صحبت میکنیم. برداشت شخصی من این است که فرهنگ و آموزش و پرورش کنونی فلسطینی ها در حدی است که نمیشه باشون صلح کرد. من امیدوارم یه نسل، دو نسل دیگه، دست کم هم میگم دو نسل دیگه باید بگذره تا اونها هم پی ببرن که راه دوستی و همزیستی و همیاری و همکاری خیلی بیشتر از اینه که من بگم اینجا مال منه، اونا بگن نه اینجا مال منه. من با فلسطینی ها مطمئن و باید کشته بشن. آقای امیر، تا دو نسل آینده با فلسطینی ها من با تو میخوام خداحافظی بکنم. آخرین سخنتون بفهمید. شما میتونی تشبه ببرید. نه بگین آخرین سخنتون رو بگین. تا دو نسل آینده با فلسطینی ها چه باید کرد؟ شما میفرمایید که فرهنگ فلسطین در آموزش فلسطینی ها آمادگی صلح رو ندارد به تعبیر شما. تا دو نسل آینده باید چه کرد؟ آیا میبایستی فلسطینی ها رو در بزرگترین زندان سرباز جهان، یعنی خط ساحلی غزه، در غزه زندانی کرد؟ و دوم اینکه برای ارتقای فرهنگ و آموزش پرورش در بین فلسطینیان، آیا با ایجاد بزرگترین زندان جهان می توان فرهنگ و آموزش و پرورش رو نزد فلسطینیان ارتقا داد؟ آقای عارفی که میگوید اسرائیل، جنایاتی که اسرائیل کرده بیشتر از جنایات فلسطینی ها بوده، من این پاسخ رو براتون تکرار میکنم. اسرائیل غزه رو داد بهشون، گفت ما بهتون فرودگاه میدیم، بندر میدیم، مناطق صنعتی میدیم، آب و برق میدیم، از ترور دست بردارید، آدم نکشید دیگه. اونها به آدم کشی روی آوردن، رفتن نوکر حکومت ایران شدن، رفتن پول قطر رو، ایران. پول قطر رو برای تولید موشک به کار بردن. چه انتظاری دارید؟ اسرائیل از خودش دفاع میکنه. متشکرم آقای ملش امیر و خواهش میکنم علی محمدی. و من یادم متاسفم آقای عارف، بسیار متاسفم دولت خودگردان در فرانه باختری. اولین کشتاری که اتفاق افتاد، کشتار نخست وزیر و قتل نخست وزیر فقید اسرائیل اسحاق رابین به دست یک شهروند دراستی اسرائیلی بود. وگرنه وضعیت به سمت صلح پیش میرفت تا سال 1995. و اگر اون قاتل اسحاق رابین که دوست نزدیک همین آقای ایتامار بن‌گویری بود که امروز وزیر امنیت داخلی اسرائیل هست، آقای اسحاق رابین رو ترور نکرده بود، وضعیت صلح دهه 1990 ادامه پیدا کرده بود، امروز خاورمیانه در جای دیگری قرار داشت. متشکرم از منشأ امیر در اولین قتل آقای عارف، اولین قتل ملک عبدالله اول بود در 5 سال قبل از اینکه اسرائیل استقلال پیدا کنه، چون ترور اسلامی و تندروها نمیخواستن که بین اعراب و اسرائیل صلح برقرار بشه. آقای عارف، ببینید آقای امیر، من با همکلاسیان دوستام تو هم اهل یهودی زیاد داشتم و باهاشون بچه هم همینطور. اصلا مسئله این نیست. ما اونچه که میخوایم، اونچه که فکر میکنیم به نفع جهانه، امروز بانک جهانی اعلام کرد که اقتصاد جهان تحت تاثیر این دوتا جنگ و اینا وضعش خرابه. اونچه که میخوایم خیلی روشنه. مردم
قبلا هم فلسطینی ها، یهودی ها، مسلمان ها، مسیحی ها تو این سرزمین زندگی میکردن. حالا کار به اینجا کشیده، باید دو تا کشور تشکیل بشه. شما که میدونید دولت شما خواهان استقلال دو کشور نیست، باید این دو کشور نه بر اساس خواست جهاد یا حماس یا ایران یا کجا، قطعه های سازمان ملل، این دو کشور. و این حرف شما اصلا خوب نیست. من چون میگم دوست دارم یهودی ها رو، من حساب من با چیز با دولت و کشور با کشور اسرائیل و دولت اسرائیل جداست. این ها حرفی که شما زدید که این فلسطینی ها تا دو نسل دیگه هم نمیتونن بفهمن، واقعا ایمان دارم به این حدیابی یه برخورد نجات پرستانه است. و نه نه نجات پرستانه نیست خانم گرامی، از این از روی آموزش و پرورش اصلا نجات مطرح نیست. من شما میگم آموزش و پرورش نجات مطرح نیست. علیه چیز تظاهرات میکنن واکسن کرونا میان تو خیاب میفهمن، ولی اسرائیلی فلسطینی ها هنوز چطور مصر با اسرائیل سلط کرد، اردن سلط کرد، مراکش سلط کرد، امارات سلط کرد، بحرین سلط کرد. خب میبینید که حالا در مقابل شما ایستادن، بیانیه‌شون رو که دیدین، عربستان رو که دیدین، قطر رو که دیدین. آقای محمدی در برلین متشکرم. آقای مرشمیر امیدوارم که هم نظام آموزش پرورش اسرائیل یهودیان خریتی رو موجب ارتقاءشون بشه و هم این اجازه رو بده که مسلمانان عرب فلسطینی بتونن که با یک نظام آموزش پرورش اجازه اونها دست رهبرانشونه و هر اندازه که از ترور